سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو هم چه کوکتل خیلی خوش به بیک رب حواشی دیگه قرار با هم بررسی کنیم حواشی 24 خرداد 1403 رو با هم دیگه اما قبل از هر یاد باشه حتما کانال سابسکرایب کنی اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کن و به اشتراک بذار اگه حال نکردی هم دیسلایک کن و دلیلشو بنویس البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم این رپ حواشی رو داشته باشیم اول از همه شروع میکنیم با ویس پنج دقیقه ای امین تیجه که یه کچولو من سرعتشو براتون میبرم بالا که خیلی تایمی نگیره که برمیگرده به همون داستانی که ویناک تو آهنگش یه تیکن انداخت میگفت بگو کی میزنه جناس بهتر از من که خب امین تیجه خودش خودشو بهترین میدونه تو این داستان و خیلی خوبه تو این داستان قدیمها خیلی این کار رو انجام میداد ویناک الان کمتر ازش میبینیم و خب الان شاید بهترین این کار امین تی جی باشه و یه اشاره هایی هم حالا به داستان ترک دلو می کرد با هم گوش میکنیم کاجی خیلی پلشتید خیلی احمقید خیلی بچید مارکتتون خیلی تخمیه کاش میتونستم از رپ بگذرم و واقعا از مارکتتون فاصله بگیرم چون خیلی خسته کننده داره میشه خیلی دوست داره میشه اون پلش که تکست گفت آقا بیا رو تو بچه‌ی محلیم کدورتا رو برطرف کنیم با هم ترک بدیم و اینا گفتم اوکی ترک ترکو بدیم ولی به شرط اینکه من این رو به تو میرسونم از طرف تو پخش میشه تو برای آلبوم من به اون برسونی گفت آره بابا فلان بسار رسو بش رسوندم ترکو پخش کردیم برای آلبوم حضور پیدا نکرد غیب شد دیگه جواب نداد درست اه... گذشت 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 تا دوباره سر به قیافه نمیاد تکس داد که این دیس منه باشو بیا همو ببینیم حضوری و دعوا کنیم تو خیابون و فلان اینا که فکر می‌کنم مثلا سر همین یکم فازشو گرفته چون بهش گفتم داداش من با تو مشکلی ندارم دیست نکردم واقعا اگه بحث حضوریه یه مثلا حالا ترسی نیست از تو تیم تو مثلا پلش دایی دور برید ولی اگه بحث اینه که من تو رو دیست کردم من تو رو دیست نکردم من تو با یه سری از ترکات مثل فلان 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 حالا می‌کنم گذشت دیدم مثلا یه مدت بعد اون فالو کرد گفتم خب با, با این واقعا حالش بده مثلا اینکه نمیدونم دراگش دراگ بده دور ها شاید حت مثلا میش تاثیر میذارن هر چیه. مهم نیست اون کردی من اون فلوش میکنم میره تا اینکه مثلا ترک میده بالا خیلی مستقیم راجع به مسئله ای که همه میدونن من توش یکم تیکه میندازم و فلان و این دستن. اوکی این یه پلشت به کنار اون یکی فلش بده 5 ماه 6 ماه نمیدونم سه ماه چهار ما از یه داستانی گذشته اومده داره توضیح میده توضیح میکنه که آقا این مثلا این فرد آدم درست یا ها اگه عکس لخت ازش پخش شده تقصیر خودش نیست تقصیر همین تیجه تقصیر <تصفح> آدم تقصیر مردمی مردم که رو لینک میزنن داداش دختر ساله هم دختر درست جلوی آینه از لخت خودش عکس نمیگیره و رفیقش بفرسته اینو من میدونم تو میدونی خودش هم میدونه خب پس نه من و نه مردم و نه خودتون و گول نزنید احمق فرض نکنید آدم سالم که انسانیت حالیش باشه خب من نمیگم من تو این قضیه پخش شدن عکس ها تاثیر کمی نداشتم تاثیر گذار بودم مثلا اون بیف من بود که بیف من با تو بود که باعث رفتن ما به اون دختر شد نمیگم من بی تاثیر بودم ولی آدم درست از نقطه خودش عکس میگیره برای رفیقاش بفرسته که حالا تو جای بد پخش مثلا تو بازه زمانی بعدی پخش تو خب همه ممکنه یه بازه زمانی بعدی داشته باشن که با یکی دعوا فلان اگه قرار باشه از لختشون عکس داشته باشن و همه میره ولی آبروی همه نمیره چرا چون همه از دختر خودشون عکس ندارن و آدمای غیر عادی دخترای غیر عادی این کارو میکنن خب و برای دوستشون میفرستن میگن میگم نه برای حالا دوست پسرشون که میدونن دوست پسرش قطعا پخش نمیکنه اون دیگه دوسته که تاش ممکنه برای آدم بگاهی درست کنه پس یاد از خودتونه جفتتون تلاش دید کاری ندارم دیروز یکیتون دون ترکت دیوز یکی دون, یکی دون من نه عصبی میشم نه مثلا به فشاری وارد میشه میگم خیلی بامزه است که شما با استوریای من عصبی میشید رفیقاتون بهم تکس میدن فوش میدن ولی من با مثلا ترک های شما عصبی نمیشم میگم هم لطف فارسی یه رو بیشتر لازم نداره پس تکلیفمون با اون آدم مشخصه همین که قضاوت به خودتون اگه دختر سالم دختر یک از خودش عکس بگیره برای رفاش بفرسته و, و حالا تو بازه زمانی اشتباه این عکسو پخش بشه و بیفته تقصیر مثلا فردی که تو اون دعوا بوده مثلا من چون تو اون بیف بودم و مردم به خاطر حمایت از من اومدن مثلا اون آدمو خراب کنن حالا اونم بده بشم من و اون آدمی که وایس داده نمیدونم لباساشو در آورده یا استایل مثلا خیلی غیر عادی گرفته جلوی آینه خودش از لوخه خودش عکس گرفته اون آدم عادی اون حالش خوبه اون کارش درسته ما حالمون بده ما کارمون اشتباهه اوکی خیلی بلاش خیلی بلاش مارکتتون به درد مثلا چی بگم مهد کودک میخوره حیف حیف که اینطوری دارید تو این مارکت فعالیت میکنید این مارکت واقعا میتونه گسترده باشه میتونیم کنار هم همون بهتری کنیم مال کنیم ولی شما یه مش دهید که تو بچهگیتون خب یه سری کمبودا داشتید و الان با این مثلا قدرتی که به دست آوردید دارید جبرانش میکنید ولی من اینطوری نیستم من از بچگی کمبودی نداشتم و از مسیر زندگی لذت بردم عاشق فنا هم خیلی دوستتون دارم مرسی که پشت منید میام هیتر همیشه بوده هست بعضی هاشون بزرگن کوچیکن ولی اندازه ویس شما هم شنیدیم نکته‌ای که داره خب خیلی هم میگه آقا واقعا بعضی چیزا دبستانی بازی شده اینکه آقا عکسی پخش نکنیم از نود کسی اینکه به کیم نود میدی فلان بهمان اینا که اینا چون رپ فارسی تازه داره مارکت میشه و افراد خیلی جدیدی دارن میان توش اینها این, این اتفاق میفته و به زودی کم میشه و نسل اولیه که میشه گفت که ما داریم مارکت داریم میدونی یعنی به صورت حرفه‌ای مارکت داریم این اتفاقا میفته و قشنگ نیست بهتر که نباشه آقا دی سرچی است یا کلکل ادبیاتی یا میرین تو خیابون با خودتون دیگه به بقیه چیکار دارید این داستان ها خلاصه از این داستان میگذریم خب پوریا پوتک گفته بود که به زودی امیری میاد سی تا ویدیو یوتیوب آماده کرده که بذاره چون مثل اینکه سی روز ضبط 15 ساعته داره با سه موزیک ویدیو امیری و گفته بود که هر روز یه فکت از این موزیک ویدیو میگم فکت اولی که گفت یه سری شات از فیلم پیکی بلایندرز بود که نمیتونیم بذاریم چون کپی داره ولی فکتی که داشت این بود که یه سری یعنی یه لوکیشن و یه قسمت از ویدیو امیری در یک لوکیشن واقعی پیکی بلایندرز ضبط شده یعنی لوکیشنی که سریال اونجا گرفتن نکته جالبیه میرسیم به داخترین حواشی امروز که برمیگرده به پوری از صبح تیم پوری خیلی داشتن توی تلگرام و این ورمار فعالیت میکردن استوری داریم میایم خون توش هست فلان و اینا همین گفتن او چه خبره چون داشتیم اکسایی میدیدیم که خون داره اما میریز و اینا گفتیم آقا بعد پنج ماه برحال جواب دیسترک ها رو داد اما خب اینجوری نبود برخلاف اون هایپی که خیلی داشت آکیو ایجاد میکرد و بقیه تیم پوری آهنگ اومد خیلی خیلی واکنش های منفی زیاد بود حالا از خود من که تو لایف بودم تا کامنت ها، تا کامنت های زیر پست خود پوری همونطور که می‌بینید اکثر تاپ کامنت هایی که زیر پستش هست در رابطه با این دوتا هنگ یعنی گرند پا و امارات خیلی کامنت های خوشگلی نیست و اکثرا خیلی حال نکردن دو تا از رپرها ها هم واکنش نشون دادن به این دوتا هنگ که یکیشون آرمین رابر بود که یه 7-8 بار وایس گرفت پاک کرد وایس گرفت پاک کرد تا آخر یکیشو گذاشت خو 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 خدا شفاعت بده لالت دنیا نری آرتیست بعدی هم که واکنششون داد علی جیدال بود اینجوری نوشت تیشر فلو کفتری بعد شیش ماه با لکنت ضرب العجلی که انگار یه باری نوشته بود وزیرش هم نوشت گانگستر دزدی از طرف دیگه از وقتی تیم پوری اعلام کرد که امروز میخوان آهنگی بدن خب خیلی‌ها دارن حول محور هیپوپولوژیست میگردن که به این آقا اتفاقی داره میفته یا نه که به چشم میخوره توی پلیلیستی که از آلبوم حالت پرواز هست یه ویدیو پرایوت هست که خب خیلی ها میزنن که ممکنه آهنگی رو امروز پخش بکنه و درگیری رو دوباره استارت بکنن اما از همه اینا که بگذریم خب موزیک منتشر شد تیکه خیلی خاصی توش نبود بجز اینکه آقا ما جواب اینا رو ندیم فیت شدن و اومدیم یه فلو زدیم که شبیه فلوهای شما نیست چون توی خیلی از دیساشون هیپاپولوژیست و مخصوصا وینا که اعلام میکردن که آقا آلبوم دادیم مثلا با فلو من گفت آقا اومدیم یه فلو زدیم فلو هم مثل باگه ولی باز میترکه حالا شاید یه کوچولو این داستان از غرور آرتیست بیاد که حالا هر کاری میکنم میترکه چون کلا آهنگ حرفش حرفهای خیلی جدیدی نبود یه دونه پانچ لاین خوب داشتیم که میگفت همه کر شدن مثل جم کران که جم کران هست و باحال بود به جز این خیلی چیزی دیده نمیشد و تنها نقطه قوت ویژوالایزر و موزیک ویدیو بود که فوق العاده بود و به جز این آهنگ آهنگی نبود که ریپیت خور باشه نمیدونیم حالا شاید میخواستن یکم انتظارا رو بیارم پایین بعد یه چیز خفن تر بدن چیزای آمده دارن معلوم نیست اما چیزی که جا داره بهش اشاره کنیم و یه نکته مخفی میشه گفت بود تو ترکی که بود به اسم گرند پا این بود که اگر یه قسمت از ویدیو رو شما بیاین و صحنه ها کنید یه حالت گلیچ که داره میبینیم یه مهره که فیل باشه که خدا حالا پوری هست و آلبومش بود و اینا میاد پایین روی صفحه شطرنج میخوره و چند تا مهره پرت میشن یکیشون بز یکیشون گلادیاتوره و یکیشون شمشیره خب توی بیفی که داشتن میگفتن آقا شاپور شمشیر به نوعی و اومده ببره که خود پوری هم که آقا این از اون هم که میدونیم گوت یکی از به هر حال هیپاپولوژیست هست گلادیاتور هم که فداییه به این نوع که یه ایسترگ این وسط اینجوری بود و به نظر میاد که داریم ما راند جدیدی رو داریم فیز جدیدی رو داریم از بیفو به هر حال دیس و دیس بازی که بین پوری و هیپاپولوژیست فزمر ملتفت هست بعد ببینیم بقیه کار میکنن در کل نظر شما راجع به این چی بود به نظرتون اتفاق میفته و دوباره ما دیست و دیست خواهیم داشت یا نه دمتون گرم می بود از رپ امروز امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سی و